سلام به کانال آشپزی ماما خوش اومدین. امروز یه غذای خوشمزه و اصیل ایرانی داریم که مطمئنم امتحانش کردین، ولی نه به این شکل. قیمه لاپولو داریم، من با گوشت چرخ کرده درست کردم، شما میتونید با گوشت های تیکه کوچیک درستش کنید. پیاز را آبش رو میگیریم، به گوشت اضافه میکنیم، نمک میزنیم و فلفل سیاه و زردچوبه. مواد رو خوب با هم ورز میدیم. قبلش هم حتما لپه ها رو بذارید جداگونه بپزه. گوشت ها رو قلقلی میکنیم و داخل مایتابه ای که روغنش از قبل داغ شده گوشت ها رو خوب سرخ میکنیم. این غذا با گوشت تیکه‌ای و گوشت قلقلی خیلی خوشمزه میشه. شما میتونید جای گوشت قلقلی از گوشت تیکه‌ای ریز شده هم استفاده بکنید. فقط حتما سعی کنید گوشتتون رو از قبل طعم‌دار بکنید، چون باعث خوشمزه تر شدن پلوتون میشه. داخل همون روغن لپه‌هایی که پخته شدن رو خوب سرخ میکنیم، ربع گوجه اضافه میکنیم، ربع گوجه رو خوب سرخ میکنیم تا بوی زخمش گرفته بشه. گوشت ها رو به لپه اضافه میکنیم و خوب مواد رو با هم سرخ میکنیم. آب اضافه میکنیم و میذاریم به مدت 30 الی 40 دقیقه خوب بپزه. بعد از حدود نیم ساعت لیمو عمانی رو اضافه میکنیم و نمک و دوباره میذاریم خوب مواد بپزن. اگر لپتون دیر پز هست تا 1 ساعت هم مشکلی نیست، بذارید خوب بپزه. اینم از ورود دختر کوچولوی من که نشون میده من با چه مشقتی فیلم میگیرم. زعفرون اضافه میکنیم و دوباره میذاریم که بپزه و آبش کشیده بشه. برنجمون رو به صورت آبکش درست میکنیم. من از تعدیک نون استفاده کردم، شما هر تعدیکی که دوست دارید میتونید استفاده بکنید. و برنج آبکش و مواد رو لایه به لایه داخل قابلمه میریزیم و با شعله متوسط رو به کم میذاریم که خوب بپزه. حتما این غذا رو درست کنید، مطمئنم عاشقش میشین. بعد از حدود نیم ساعت به زعفرون اضافه میکنیم و مواد رو خوب با هم ترکیب میکنیم. حدود پخت این غذا بعد از اضافه کردن برنج 30 الی 40 دقیقه است. حتما این غذا رو امتحان کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. نوشه جان.